توی آخرین فیلمی که میخوام تو مبحث گراف با هم که کار کنیم، میخوام در مورد مربع ماتریس مجاورت گراف های کامل صحبت کنیم. خب گراف های کامل یه ویژگی های مشخصی داشتن، مربع ماتریس مجاورت هم یه سری ویژگی های مشخص داشتن، ترکیب اینا یه ماتریس خیلی خوشگل رو به ما میده. نگاه کنیم، ما یک ماتریس پی در پی اینجا میکشیم. خب چون مرتبه کاپی پیه، یه ماتریس پی در پی. درایه های روی قطر اصلی توی M2 همیشه به ما درجه ها رو میداد. خب من میدونم در گراف کاپی همه رأس های من فولن، پس درجه همه رأس ها پی من های یک. من میدونم توی ماتریس مجاورت مربعش درایه هایی که روی قطر اصلی نمیفتن تعداد مسیر به طول دور رو مشخص میکنن. خب مثلا اگه نامگذاری کنم A, B, C, D، حالا تا هرچی، اینم A, B, C, D، بین A و B عددی که اینجا میاد تعداد مسیر به طول دور رو بین A و B تو گراف کاپی مشخص میکنه. من قبلا تو اون قسمتی که در مورد مسیرها صحبت میکردم به تو گفتم در گراف های کامل وقتی میخوای مسیر رو مشخص کنی، مثلا مسیر به طول دور، یه مسیر به طول دور بر خود بکش. مبدا و مقصد همیشه مشخصن تو اینا، مثلا A و B، A و C. این ایستگاه وسطیه نمیدونم چی، من میام یه دونه رأس از پی ام ان های دو تا انتخاب میکنم. چرا پی ام ان های دو؟ چون من پی تا رأس دارم، مبدا و مقصد همیشه میرن کنار، پی ام ان های دو تا رأس میمونن. من بعد این خونم رو پر کنم، یه دونه از اونها انتخاب میکنم، ضرب در جای گشت خودش که یک فاکتوریال، حاصل میشه پی ام ان های دو. یعنی تمام اعداد دیگه این ماتریس میشه پی ام ان های دو. چرا به این گفتیم یه ماتریس خوشگل؟ چون ماتریس مجاورته، در واقع اینجا بگم بهتره، مربع ماتریس مجاورت گراف های کامل فقط اعدادشون پی ام ان های کو پی ام ان های دون. مثلا کاده قطر اصلی 9، غیر قطر اصلی ها 8، کابیس قطر اصلی 19، غیر قطر اصلی ها 18، همیشه اعدادش اینجوریه. اونایی که رو قطر اصلی میافتن پی ام ان های 1، اونایی که رو قطر اصلی نمیافتن پی ام ان های دون. پس تو اگه با همچین ماتریس هایی مواجه شدی، مربع ماتریس مجاورت مواجه شدی، میفهمی گراف کامل بوده. اما چند تا نکته، مجموع درایه های روی قطر اصلی این چی میشه؟ خب قطر اصلی این همش پی ام ان هایی که چند تا پی تا، پس جمعشون میشه پی در پی ام ان هایی. جمع هر سطر یا هر ستونشو بخوای به دست بیاری چی میشه؟ خب توی هر سطر من پی تا عدد دارم، از این پی تا عدد یکیش اون زرد است که میشه پی ام ان های 1، ما بقیشون پی ام ان های 2. یعنی در واقع من یه دونه پی ام ان های 1 دارم، پی ام ان های 1 پی ام ان های 2 دارم، یه دونه پی ام ان های 1 دارم، تعداد اینا چند تاست؟ کلش پی تاست. این یه دونه بره پی ام ان های 1 تا میشه پی ام ان های 1 در پی ام ان های 2 به علاوه یه دونه پی ام ان های 1. اگر جمع کنی آخر سر میشه پی ام ان های 1 به توان 2. میتونی حفظش کنی یا اینکه خودت هم میتونی محاسبش کنی که جمع درایه های هر صد یا هر ستون میشه پی ام ان های 1 به توان 2. این چه شکلی به دست اومد داره یه اشاره میکنم، خودت تو خونه به کاغذ قلم بنویس. من وقتی میخوام یه سطر رو جمع کنم یه دونه پی ام ان های 1 دارم، میسم 1 ضرب در پی ام ان های 1 به علاوه پی ام ان های 1 پی ام ان های 2 دارم. از یه پی ام ان های 1ش تو خونه یه کاغذ قلم بذار فاکتور بگیر، از اولی 1 میمونه، از دومی پی ام ان های 2، یک با پی ام ان های 2 جمع شه میشه پی ام ان های 1، اینم پی ام ان های 1 تو هم ضرب میشه پی ام ان های 1 به توان 2. پس جمع هر سطر یا هر ستون از این رابطه به دست بیاد تو گراف های کامل مربع ماتریس مجاوره. چون حالا اگه تو یه سطر جمع کل درایه ها رو خواست، خب هر سطر که پی ام ان های 1 به توان 2، چند تا سطر داریم؟ پی تا. پس جمع کل درایه ها میشه پی تا پی ام ان های 1 به توان 2. پس این میشه کل نکته هایی که من در مورد مربع ماتریس مجاورت گراف های کامل باید بدونم. بریم با هم مثال حل کنیم. تعداد صفر های گراف منتظمی از مرتبه 6 برابر 6 است. اگر آ ماتریس مجاورت این گراف باشد، مجموع درایه های هر سطر ماتریس آ 2 را بیاد. خب خواسته سوال اینه که مجموع درایه های هر سطر آ 2 گراف آر منتظم پی 6 تعداد صفرهای ماتریس آ رو داده 6 تا، یعنی پی 2 منهای 2 کیو 6. خب من به جای پی چی میذارم؟ 6. کیو هم که میشه آر پی دوم، این آر پی دومه، به جای پی 6 میذارم میشه 36. این هم 6 بذارم، این با این ساده میشه 36 منهای 6 پی 6 آر مساوی 6، آر هم به دست میاد 5. یعنی من یک گراف داشتم آر منتظم، یعنی 5 منتظم از مرتبه 6. یه دقیقه وایسین،
گراف پنج منتظم مرتبه 6، یعنی 6 تا رست داری همه درجاش 5ن، یعنی همه درجاش فولن، همه رستاش فولن. پس در واقع این گراف هم یه گراف کاشیش بوده، این گراف یه گراف کاشیش. پس حالا سوال از من چی خواسته بود؟ جمع هر سطر آدو رو میخواد. من میدونم تو گراف های کاپی جمع هر سطر ام به توان دو یا آ به توان دو بود پی ام ان های یک به توان دو. اینو قبلا گفتم، حالا یا ام بذاری یا آ بذاری فرقی نمیکنه. سوالم گفته جمع هر سطر توان دو شو به دست بیار. چون گراف من کامل شد، از این رابطه میتونم استفاده کنم که پی ام ان های یک، پی رو میذاری چند؟ 6. 6 ام ان های یک میشه چند جواب؟ 25. اینو یه جور دیگه هم حل کنیم. الان گراف فهمیدم کاشیشه، ام به توان دو کاشیشا چه شکلیه ماتریسشون؟ قطر اصلی 6، قطر اصلی 5، بقیه 4. قطر اصلی پی ام ان هایی که بقیه پی ام ان های دو. پس قطر اصلیش 5، ما بقیش چنده؟ 4. بعد شما به راحتی میتونید اینو ماتریس خودت بکشی، یه سطر رو با هم جمع کنی بدون فرمول. یکی دیگه حل کنیم. اگر ام ماتریس مجاورت گراف کامل کاپی باشد و مجموع درایه های روی قطر اصلی ماتریس ام دو برابر 56 باشد، مجموع کل درایه های ماتریس ام دو را بیارید. پی هم بزرگتر است. میگم کاپی داشتم، مجموع درایه های روی قطر اصلی شو داده 56 ماتریس ام دو شو. من طبق رابطه ای که بهت گفتم، مجموع درایه های روی قطر اصلی ام دو پی در پی ام ان های یک. درایه روی قطر اصلی همون درجه هاست، همشون پی ام ان های یکن. چند تا پی تا میشه پی در پی ام ان های یک. طبق فرض سوال باید برابر 56 بشه. پس پی در پی ام ان های 56 ضرب دو عدد متوالی 56 شده. اونا 7 و 8 بودن، بزرگه که پی باید 8 باشه، پس پی شد 8. حالا سوال چی خواسته؟ مجموع کل درایه های ماتریس ام دو کاپی. دوباره طبق نکته که بهت گفتم، مجموع کل درایه های ماتریس ام دو کاپی از پی در پی من هایی به توان دو، به جای پی عدد 8 میذارم، میشه 8 تا 7 به توان دو یا 8 تا 49 تا. دیگه خود ضرب بکن عددشو به دست میری. اما این سوال بعدی، اگر ام ماتریس مجاورت گراف کامل و اویلری کاپی باشد، مجموع درایه های غیر قطر اصلی ماتریس ام دو کدام عدد می تواند باشد؟ 22، 60، 120، 336. ببین سوال چی گفته. گفته ماتریس ام دو کاپی جمع درایه های غیر قطر اصلی شو به دست بیار. من در مورد غیر قطر اصلی جمعشون چیزی بهت نگفتم، ولی من بهت گفتم جمع کل درایه ها میشه پی در پی من های یک به توان دو. خب اگه قطر اصلیشو ازش کم کنم، غیر قطر اصلی ها به دست میارم. قطر اصلی جمعشون چی بود؟ پی در پی من های یک. پس من وقتی مجموع درایه های غیر قطر اصلی ام دو کاپی رو میخوام، مجموع کل درایه هاشو من های مجموع درایه قطر اصلی میکنم. کل درایه رابطهش بود پی در پی من های یک به توان دو، قطر اصلی بود پی در پی ام ان های 1. از یه پی در پی ام ان های 1 فاکتور میگیرم، از یه پی در پی ام ان های 1 فاکتور میگیرم، از اولی پی ام ان های 1 میمونه، از دومی 1، یه پی ام ان های 1 میمونه 1، که اینا رو جمع کنیم میشه پی ام ان های 2. اینا که نگاه میکنم، اینا حاصل ضرب 3 تا عدد متوالی ان، پی، پی ام ان های 1، پی ام ان های 2. پس گزینه ای درسته که به صورت حاصل ضرب 3 عدد متوالی باشه. خب 3 تا عدد که ضربشون 22 باشه، 1 2 11، متوالی نشد، غلط. صد عددی که ضربشون 60 باشه، 3 4 5، فعلا میتونه جواب باشه. صد عددی که ضربشون 120 باشه، 4 5 6، و صد عددی که ضربشون باشه 336 میشه 6 7 8. خب پس تا اینجا 3 تا گزینه حاصل ضرب 3 عدد متوالی شد، کدوم گزینه درسته؟ سوال گفته بود گراف من اویلریه. من قبلا در مورد گرافای اویلری صحبت کردم، گرافای اویلری همه درجاتش باید زوج باشه. خب گراف کاپی همه درجاتش پی ام ان های یک، پس پی ام ان های یک باید زوج باشه، پی ام ان های یک باید زوج باشه، پس پی فرد بوده. من قبلا گفتم گراف های اویلریان تو گراف های کامل که پیشون فرد باشه، یعنی پی فرده، پی ام ان های یک زوجه، دوباره بعدی فرده، فرد زوج فرد چون متوالیه. پس گزینه درسته که فرد زوج فرد باشه. یه نگاه که میکنم، گزینه دو فرد زوج فرده، یعنی دو تا عدد فرد داره یه دونه عدد زوج، پس پاسخ من میشه گزینه